بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا با عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی. همتان عزیز، امروز در جبارخان، منطقه جبارخان هستم و این سرک میگن که سرک امام رضا نام داره و این سرک امام رضا اویمی که مستقیم برید طرف در جر جبارخان وصل میشه و این طرفش هم که این سرک کار میره این سرکش در شرک امید سبز یا همون شرک حاج نبی وصل میشه. امروز آمدیم در قسمت جر جبارخان و همه منطقه، کلان این منطقه در نام جبارخان یاد میشه و این ساحه که در این منطقه هست جبارخان هست و این طرف طرف شهرک مره که متاسفانه رو از اینجا ویدیو فهمیدن هم میشه، نزدیک به شهرک امید سبز هست و این طرف هم که طرف جبارخان هست. خب نریم دمی کوچه، این کوچه هم گفتن که در نام کوچه بابا بیسود یاد میشه. این کوچه ساخت ساز کارها جریان دارم، مسابقه هم اینجا آمده بودیم، برنامه و گزارش از اینجا داشتیم دیگه. او وقتا که بود فقط ابتدایی کار سرک شده بود و حال الحمدلله کارای چی شروع است، کارای پخته‌کاری و سفته‌کاری کنکریت ریزی شروع شده دیگه. میفهمیم که این قسمت اولی کوچه هست و اما کانال بندی دیگه قسمت هایش شروع است، پیشا اون طرف ها کار کنکریت ریزی هم شروع است. این قسمت هم ممتنه با کار میکنه. سلام علیکم، مانده نباشین، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شما کار قالب بندی شما میکنین دیگه؟ خب بسیار خوب. وقت هست امروز ما یک دقیقه گپ بزنیم یا بریم پیش بریم؟ خب باش، ما مایک بزنیم. مانده نباشین شما. سلامت باشین. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. سلامت باشین. سلامت. شما کار قالب بندی شما میکنین دیگه؟ بله. کار قالب بندی میکنه؟ کار قالب بندی هست. قالب بندی کانال. چند متر میگیرین کانال؟ ی داخل هم زیجویش من 50 سانتی. 50 سانتی همی کانال هم؟ آیدم این کانال 50 سانتی. ای خو دیگه جای سیل رو و چیزا نیه دیگه، فقط هم یه آقای کچه هی دیگه. مخصوص برمزی کچه هسته بگه این دو کانال نیه که بگه سیل زیاده بسه، رداش خیلی کم هست دیگه. با حساب هم زینجا او میره تا ماخیر کچه رو مسافه 200 متر باشه. خب دیگه از زیاد نیست. بسیار خب. پیش کاری کنکریت ریزی و چیزا هستن؟ پیش ها پیش هم اونجا کار جریان داره. خود کنکریت ریزی از سرک دم پایین جریان داره. ما در کانال دیوالای شما فقط همی دیوالای کانال میگیریم. ما دیوالایش بستم نیم، باز بعد از این طرفش قالب گرفته میشه، باز کنکریت ریزی میشه. خلاص. بله. تشکر شما. سلامت باشیم. خب خیلی میریم پیش میریم. اون کارهای ما پیش هست. بله. میریم پیش میریم که کارهای کنکریت ریزی اینا در کجا رسیده و چی کار میکنن. حدوداً از تمام از این پروژه یک معلومات انشاءالله که بتونیم یک معلومات مفیدتر برای شما بیننده های عزیز تهیه کنیم. میریم پیش این برنامه، با ما همراه باشین. سلام علیک. علیکم سلام. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوش باشین. سلامت باشین. چال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوب هستین؟ خدا را شکر. اینا رسیده بخیر کار ده میخانه شما دیگه. کار با امید خدا جمع دیگه. از پیشخانه شما ترم شده دیگه. پیشخانه ما چیز بسیار خوشحال شدیم. بسیار خوشحال هستیم. از اینکه در این ساحه بسیار این ساحه بسیار خراب بود. زمستان لای بود. دشته نبود. یکم این طرف‌تر ببخشید. بیشتر بیاین. این دبالا بود. خب زمستان ها اینجا بسیار گلیلای زیاد میشد و بسیار گلیلای بود. بسیار به تکلیف زیاد بود. ایه جفنان گشته نمشد و شدکا گشته نمیتونست. گلیلای بود. یعنی حالی فرید خدا بسیار خوشحال هستیم که حالی دیگه پخته میشه دیگه بخیر. این سال دا پخته شد دیگه، دیباد پای مدلعی نمیخوره. خب یعنی بخیر پخته شد، دروازه رم کتر کنی یک نمو موتر هم دروازه رم کلان کنیم، دروازه رم پخت هست هم بالا بباریم یک دیگه راحت میتونین موتر هم شکل بیرد. بسیار خوب بسیار خوب دیگه راحت میشین.
چند سال که در این منطقه میشینید؟ ما در این منطقه 18 سال شده. 18 سال در این منطقه میشینید؟ نمی صاحب. همین خانه را که از کجا آمدید؟ از کدام ولایت راستی خودتان؟ خودم از وقتی در چین میشتم پول خوش میشتم از اینجا بادمی زمینه که خریدم میرم اینجا. خود زمینه این زمین سفید خریدین شما؟ آه زمین سفید خودتون جور کردین؟ خودم جور کردیم. خب دو زمانی که می زمینه خریدیم جور کردیم اینجا به زمین بود تمام. آه تو خانه ای رقم اول جور نشده بود دیگه؟ نه خانه شما جزو اولین کسایی هستید که در این منطقه جور شده. یا همین منطقه نامش چیه؟ جبارخان. جبارخان منطقه جبارخان در عموم جبارخان میشه. باز این منطقه شما کار دارید؟ این منطقه به نام کوچه نانبایی هم میگه. از اولی که ما آمدیم اینجا کوچه دواخانه میگفت. اینجا یک دواخانه بود در سر کوچه کوچه دواخانه میگفت. بعد از او بازی را چی کردن که کوچه به نام کوچه بابا بیسود یاد میشد. کوچه بابا بیسود باز آلی کوچه نانبایی این دامنی کوچه نانبایی آلی با مشهور به کوچه نانبایی شده. کوچه نانبایی بسیار خوب. پس جزو اولین کسایی هستن که در منطقه جبارخان آمدن خانه جور کردن شما؟ بسیار خوب. او وقتا خانه کم بود. شما چقدر همین خانه رو خریدید؟ چند متر است؟ الله زمین کم است. دونیم بسوایه. دونیم بسوایه. یعنی 250 متر. 250 متر خانه است. باز بسوی چند خریدید؟ در او وقت ما بسوی 30,000 خریدیم. بسوی 30,000 او وقت خریدید. حالا امیر اگه سودا کنید بسیار چند سودا مانی؟ ولی دیگه حالا نرخ دیگه معلوم نیست دیگه نرخ نیست. معمولا چند باشه؟ بسیار 4 لگ هم بود 3 و نیم لگ هم بود اما از او کم نبود دیگه. حالا معلوم نیست که نرخ نیست دیگه حالا چند شده. تا 4 لگ هم رسیده بود. تا 4 لگ هم در بسیارش رسیده بود؟ بسیارش رسیده. یعنی اگر یک نفر بخواه که دو بسیار بخره اشتا گروپا باید مصرف کنه تا یک دو بسیار زمینش بخره نه خانه ساختش بکنه دیگه. آره دیگه. بسیار خب خدا رو شکر که پیش کوچه شما بخیر پخته شد. نه شکر دیگه راحت شدین از همه گیل و رای زمستان از اینا بخیر راحت شدین. از اینکه خدا یک امنیت و آرامی بیده جور میشه کل دیگه. بله. خدا یک امنیت و آرامی امنیت باشه همه چیز جور میشه. همه چیز جور میشه. آستا آستا امنیت که بود همه چیز جور میشه. انشالله که بخیر امنیت هم که فعلا خوب است و برقرار است دیگه. یک کاروبار هم همی رقم در مردم رانق دیگه. یعنی کاروبار هم شروع شده. یعنی در مقابل امنیت که یک کار در مردم برشه مردم بیا که چی مشال بخاطر که بسیار بیکاری هست مردم بسیار است. دقیقا. سلامت باشین کاکا جان. سلامت باشین. بخیر باشین. زنده باشین. بخیر باشین. خب در کنار انجینر صاحب محترم پروژه هستیم و انشالله که از انجینر صاحب پرسند بکنیم که کارا به کجا رسته. انجینر صاحب سلام علیکم. مانده نباشین. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان شما. خوشحال هستیم که بازم شما رو میبینیم و آمدین از ما سر زدین. کارای ما در مرحله البته فسادی عمومی پروژه نه در قسمت مقطعی خود همی پروژه در قسمت سرفیس یا کانکریت رسیده. بله. شما میبینید در بکگراند کانکریت ریزی جریان داره و کار ما جریان داره. انشالله که شاید در این وقت تمام شود. بله. جناب صاحب کار یک سال یک دفعه ما آمدیم اینجا از اینجا همکارای ما یک گزارش داشتن که کار همو پایه‌گذاری هم سفت‌کاری کوچه بود. حالا الحمدلله این رسیدن به خیر در قسمت پخته‌کاری و کنکریزی کوچه. دیگه چه وقت به خیر خلاص میشه کار به اتمام میرسه؟ حدودا مثلا خودتون پیش نظر هستم که یک هفته بعد دو هفته بعد حدودا دیگه. خب حالا کمی کاسیش هم خیر بعضی وقت نمیشه قابل پیش بینی نیست و قابل پیش بینی هم نمیشه. بعضی شبا یکم کپشه او خوب حوادثات غیر مترقبه و چیزا اگر پیش نه ان شاء الله تا یک ماه آینده کار ما به پای اکمال میرسه. حالا ممکن یک چند وقت
زودتر یا دیرتر بشه تا یک ماه دیگه انشالله که کار بشه انشالله از تکمیلی کارم ما بیاییم یک برنامه داشته باشیم انشالله خوشحال میشیم که شما رو ببینیم سلامت باشین زنده باشین خدا شما رو حفظ کنه و سلامت باشین سلامت باشین خدمت میکنین به وطن و این کوچه هایی که مردمی داشت برچی واقعا در زمستان ها بسیار در عذاب بودن میامدن گیل و لای بودن دیگر شما که این کار برشان میکنین و کوچه پختن میشه بسیار یک کار نیک است خدا شما را حفظ کنه و عمر برکت ممنونم از شما و ما وظیفه ماست که سلامت کار پیش میبریم بازم خوشحال هستیم که آی مردم ازش مستفید میشن از گلولای خلاص میشن و از گرد و خاک در تابستان خلاص میشن واقعا استفاده در کنندگان اصلیش همین مردم هستن که اینا بهره بیشتر و خوبتر رو ببرن ازش انشاءالله انجینر صاحب در قسمت از این که برای ما بگیم که چند کوچه یا چقدر همین پروژه وسطش چقدر است البته کوچه مربوط ناحیه شش مربوط دو گذر واقع شده گذر 28 و 29 ناحیه 6 است کوچه که ما فعلا قرار داریم گذر 28 مربوط ناحیه 6 است که 276 متر طول داره یک اول ماست و کوچه دوم ما در گذر 29 هست که 370 متر طول از او هست مربوط دو مربوط دو گذر میشه دو گذر و ناحیه 6 هست ناحیه 6 میشه بسیار خب انجینر صاحب در مورد پرسنل کاریتان یک معلومات بر ما بتین اگر که امکان داره حدودا چقدر پرسنل کاری در اینجا مصروف به کار است مشغول کار است در مجموع آنچه که مربوط شرکت هست ما 6 نفر در استاف خود داریم 3 کی استاف هست که پروژکت منیجر گرفته تا کیو سی و سیفتی بله و 3 دیگر در بخش سوشیال اجتماعی هستن یک کارمندای جزء اولویت هست در کنار شما گارد دریور امسال از این امسال داریم تقریبا 6-7 نفر دیگه ما اضافه از داریم بله. و بقیه کارگرا کارگرای محل است که از خود محل گرفته شده خواه. او متفاوت است از روز 20 نفر 30 نفر شروع تا روز 60-70 نفر را ما کارگر داریم معمولا نظر به ضرورت کار ما کارگر داریم کار گرا در مجموع کار نیرو کاری زیاد فکر میشه شما زیاد است ما زیادتر استخدام میکنیم روزی که ضرورت کمتر بود ما کمتر استخدام میکنیم بعضی روزا شده تعداد نیروی ما زیاد بوده نوبتی کردیم یک روز یکی آمده یک روز یکی آمده مرخم گاهی وقتی هست که ما به نیروی بیشتر ضرورت داریم اون روزا ما قبل از قبل هماهنگی میکنیم بیشتر میخواییم که مقطعی است ممکنه رو 2 روز 5 روز 10 روز بعد دوباره نیروی کاری خود در حد نرمال بینی 40-60-70 نفر ما نگاه میکنیم بسیار معمولا استخدامی که شما میگین برای کار نیروی کاری از همین محل گفتین شما استخدام نوعیت استخدام شما چی رقمیه؟ ما چی داشته باشه؟ تذکره داشته باشه؟ یا مثلا ما هیچ کارگر را خود ما مستقیما استخدام نمیکنیم بجز کارمندایی که مربوط خود شرکت هست که یکی صف میشه متباقی را ما کارگر نیروی کاری با نظر به مقررات پروژه‌ای که داریم نیروی کاری را ما از طریق وکیل گذر میگیریم با وکیل گذر معرفی میکنیم معرفی میکنیم باز اونا برای ما به نظر به ضرورت ما کارگر برای ما روان میکنن بسیار یعنی ما مستقیما با کارگر ارتباط نیستیم اونا تذکرهشون تایید میکنن برای ما روان میکنن ما برای فرم قرارداد میپرتیم همراه ما کار میکنن از یک ماه الی دو ماه بسیار خوب نظر به ضرورت انجینر صاحب یک معلومات دیگر هم از شما میخوایم بگیریم حال فعلا دپا وقت سیمنتکاری است ضخامت سیمنت میشه برای ما بگین که چند سانت است ما خودم تکنیس یا ضخامت کانکریت ما 17 سانتی است 17 سانتی کانکریت است باز عرضش متفاوت است در کوچه مختلف نظر به عرض کوچه متفاوت تر است همه کوچه چند متره یه 4 متر 75 سانتی عرضش از جوی چت تا آخری چی میره کانکریت یعنی کوچه 4 متر است 4.75 متر 4.75 سانتی بله. 4 متر 75 سانتی متر بله بسیار خوب انجینر صاحب تشکر سلامت باشین در آخر اگر کدام پیام امرگه داشته باشین از شما میشنویم میگیریم و دیگه مزاحمت شما نمیکنیم به خاطر که مسئولیت کاری شما خیلی زیاد است ما معذرت میخوایم که مزاحم وقت کاری شما هم شدیم دیگه اگر کدام پیام داشته باشین کمره ما در خدمت پیام شما رو میگیریم لطف کردین تشریف آوردین خوشحال شدم با شما هم صحبت شدیم و سلامت. طریق بینندگان از طریق شما با بینندگان شما در ارتباط میشیم و پیام خواستم پیام میدم که پروژه بعضی پروژه تعدادش هم محدود است براش جای خاصی میشه پروژه می انجام میشه ختم میشه و خواهش ما از مردم از
هموطنان ما هست که در حفظ و مراقبت های بعدیش جدی کشا باشن. بله بله. بعد از تسلیم مردم میشه، او زمان موترهای بلند توناژ را یا موتری که از وزنش بالاتر از حد مجاز باشه اجازه نتن و تخریب نکنن، کندن کاری اونا نکنن، در زمستان آب و اینا را از بند اندازن درویشان که یخ زدگی یا سرما و گرما باعث تخریب زمین میشه. حفظ مراقبت بعدیش به دوش مردم. یک چیز دیگه هم هست انجینر صاحب، بسیار معذرت میخوایم که ما در آخر هم باید یادآور شوم، بعضی از هموطنان ما هستن مثلا از این خانه، یعنی به خانه که هستن مثال مگه میخوان ارزون از اینجا میخوای یک دونه لوله تیار کنه، ما پیل کلنگ میگیره از این سراغ میدان مونه، ام یک دونه لوله تیار نه پس پس سرش یا بعضیش هم اگر سمت میندازه بعضیش نمیندازه، شاید سمت هم یکی این سمت یک کم داشته باشه، شاید سمت یکی میندازه شاید نگیره دو حتی خوب نباشه. این کارا رو هم میکنه ان شاء الله که مردم در این قسمت ها بسیار توجه جدی کنن، توجه کنن و در قسمت بعضی چیزا تلاش ما کردیم که همو بعض لولای اتصال آب در جویچه و اینا را قبل از کانکریت ریزی انجام بدیم. اگر بعدا هم مثل انتقال لین برق یا مثلا تلفن یا هر چیزی دیگه بعد از اومده حد امکان کوشش کنن که جمعی از خانه از یک نقطه عبور بتن و او را از اون پایین تر در غیر از او باید تخریب یا این پروژه میشه. اگر دوباره هم کانکریت بندازن یکان نفر اصلا جمپ بندازن، شما جمپ جور میکنه رسیده نه جمپ اصلا جواز نداره، هر کسی اگر بخواد جمپ هم بندازه جمپ یا های خاصی جواز داره که جواز از طریق شاروالی باید گرفته شود و مثل باید... سابق نیست که در هر کس هر جای دلش که خواهی جمپ جور کنه و ما هم هیچ جمپ نداریم در پروژه ما. سر مدرد میخوام یک چیز شوخی بارم بر شما بگم، ما در کوچه هست سمت برچه یک کوچه را به نام کوچه چیل جمپ هم بگم، یعنی در اون کوچه شاید چیل جمپ بوده ولی بیش از چیل جمپ وجود داره، یعنی هر کس در خانه خود یک جمپ گذاشته و بسیار جمپ های چی هست دیگه. بگم که کاش که یک ریزه باشه دیوال مونن باز زیاده متاسفانه. خب اینجا شما الحمدلله در کوچه ها جمپ نداره و اگر از این به بعد هم خب دولت سابق بود که هر کس در خانه خود جمپ جور میکرد، حالا اگر کسی جمپ هم جور کنه باید مجوز از شما جواز داشته باشه و یکی جمپ هم خوبی های خود دارم بدی خوبیشی مانع از این میشه که یک موتورسیکل موتور سرعت بالا داشته باشه کسی را تصادف کنه بزنه اینا و بدیایش از این است که اول که سرعت ترافیک را کاهش میده، بعد از اون در اون قسمت وقتی که بریک میکنه پای دینامیکی تایر باعث میشه که با حساس حساس خود سرک تخریب شه، سرک تخریب کنه. این اصلا مناسب نیست و هر جایی که اگر جمپ ضرورت باشه مثل پیش مکتب شفاخانه یا هر جایی تامین لام منفعه باشه مثل مسجد اون سال از اینا دوست را جواز رسمیش باید شاروالی بگیره، در غیر از جمپی نداریم. بسیار خب، پس یعنی جمپ هم بیا پس ما خیلی مجمع شد که فهمیدیم که جمپ هم کسی که بخوای جور کنه باید جواز داشته باشه، ببینی جواز اجازه نداره جمپ. بله بله، جمپ هم گفته شما خوبی های خودم داره بدی های خودم داره. البته خب دیگه انشالله که کسایی که تو ضرورت نباشه در خانه خود جمپ جور نکنه، اگر جمپ هم جور نه یک جمپ بسیار خرد جور کنه که نه اینکه دیوال کنه که بعضی هست که موتر که مال از سر از اک وقتی که میه مخرب بسیار یک ساده دیگه وضعیتش خراب میشه. بعد کنار آلودگی صوتی تخریبات رو هم ایجاد تخریبات رو هم ایجاد نبرد هم برای وسایط هم برای سرک برای جاده و اون خاطر ما نهایت کوشش ما برای آزمی است که توصیه ما به هموطنان این است که از سرعت آهسته در بین خانه مسکونی سرعت آهسته استفاده کنن و نیاز به جمع نشود و جمع خود شکنو بریگه که میگیرن بسیار آزار دهنده نه آلودگی صوتی ایجاد میکنه مثلا اشتوکای هم بیشتر که بهتر هم اینه که کوچه سرعت زیاد استفاده نشه. ما هم خواهی شما از هموطنان ما سلامت باشین، موفق باشین، تشکر از شما، سلامت باشین، خدا نگهدارتون، خدا حافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. بدر جان خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحت خوبه؟ خیر خیر. جان جر است؟ شکر زنده باشین. برادر عزیز. سلامت باشی زنده. خوش آمدین. سلامت باشی. خوش باشی. سلامت باشین زنده باشین. خوشحال کردین ما را. مانده نباشی. شما خدا قوت بده که دیگه زنده بسیارم تو ماشالله با یک انرژی و با یک نیروی خاص خوب بمتر. ما دیدم بین کارگرا یک بسیار شوخی مزاق و انرژی خوب باعث تقویت روحیه دیگه کارگرا میشه. یا خدا شما رو حفظ کنه. زنده باشین. شما چیز کار مونین؟ ما
همین هر کاری که باشه انشاءالله میکنیم. پیش آمد و خوش آمد. پیش آمد و خوش آمد. در کندن کاری هستم، در سنگ چکنی هستم، دیگه سنگکارم هستم. خود خواه. من عمرم در استاوی تیز شده. هر کار مفهم که ما میکاره بکنیم. کار انجام بده. یعنی در گفته ایرانی ها کچار فرانسایی دیگه. همکاره نباشی این جنازه همکاره این پروژه هم همکاره شما این دیگه هر کار دیگه هر کاری که پیش آمد شما پیش آمد خوش آمد یاد نداشته باشین رقم نیست نه 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 انشالا خود من تقریبا یک 60 ساله یا 58 ساله همی ترا هستم ولی کار من کاری برنایی و استاکاری و همی کار هست ولی دیگه حال روزگار است که نه کار است و نه بار است و یا نمیگم نه کارگری که یک لغمنان پیدا شد یعنی میرم از شما خیلی تشکر میکنیم که اینجا برای از این مردم یک کار و یک شغل برای این مردم چی کردیم بسیار خوشحال است سلامت باشین خدا شما رو حفظ کنه آجی جان در مورد کار خودتون بگین در کجا ها کار کردین کدام کشور مثل ایران اینجا هم کار کردین ما ایران هم کار کردیم بازم اینجا در این چند سالی که در کابل از دوره کرزایی کام در خود من در جای پانتون در جای کار کردم باز از برنای چی کارار بلد هستیم؟ از برنای از سنگ کاری گرفته تا خشت کاری تا گچ کاری تمام شی بلد هم خب یک نفر اگر کمی یک ساختمان سه طبقه را مثلا بگه کمی رو جور که بلده مالا نقشه کده باشد نقشه نقشه خمر بود انجنر میشه نقشه کده باشه باز میتونین نمور از پیش ببارین کار کنین به سرمر برسانین قالب کاری نمفهم سنگ کاری او چک کاری رو من نکدم فقط کارهای پلستر کاری و درا دیگه در اجاره میتری گرفتیم کار شختوام کدیم خب پس یعنی سنگ کاری و خشت کاری و اینا شد بلد هست اینا رو بلد هست کاریشو نگرفتن نمفهمینم چک داری نکدیم بله چند سال در ایران کار کردین؟ ایران 7 سال 7 سال کاری کارگری ایران قد اینجا چقدر تفاوت دارن؟ مثلا این مال همین پروژه مثلا این پروژه که یه پروژه با کار ایران فرق داره اینجا منطقه خود ماست کار خود ماست خانه خود ماست ما باید همیشه کوشش کنیم که کار ما خوبتر و بهتر برای ما شوه بله بله ولی کاری خود ماست نه منظور از این که همین تفاوت کاری سختی کار شدت کار مثلا ما در ایران خیلی کسا قصه مونن مگه در ایران کسا استاکار مثلا یک لحظه هم نمیل کارگر که شد بکار باشه یالا بود و یالا بود موکاست 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 دیگر در اینجا چی رقم هست؟ همینجا همین هم منطور هست همینجا هم خواب کار جریان داره ما که این شخصی جان خود ما که دیگه هیت بیکاری خوشمم نمه ولی امسال هم اینجا در نگاه کار جریان داره ولی عجله داره بسیار خوب بیان خدا مهربان است همه کوچه ها بخیر پخته شوه و ما در زمستان ما... هم شاید از دایی کوچه ها بودیم که بسیار گل و لای زیاد بود خداوند به شما درد نکنه ماشاءالله خوب کار شد یک کوچه که یک چیز است که زمستان از گل و لایش ما عذاب استیم بهار از گرد و خاکش از بوی و گندش بله همین کوچه جویا بند میشه جویا بند است کوچه ها بند است سرک بله. خاک است دقیقاً همین تو چیزا هستن جناب سید بله رخن مخن یک موضوع را که من واقعا یاد من رفته بود همین جویا بود که به تابستان ها مردم ها که آوره و اینا شد جویا می آمد دیگه این جویا هم که بسته می شد آوه دن می مان بسیار بوی کسافات و اینا هم در این جویا بود بوی و کسافات و گند دیگه همه مرزی ها می دید جویا بله. شد که همه کارا می دید جویا و سرک و گرد و خاک حتی هم خاک هم بقیه آلوده و آلوده می خواهم جویا و پاش می دادم جویا در کوچه نه؟ به سر خاکا باز خاکا هم که گرد و خاک میشد دوا میشد و باز بخیر وضعیت خراب بود خراب 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 خدا شما رو خیر بده که بخیر در آبادی وطن شما سهم دارین و کار مونین زحمت میکشین و یکی یک لقمه نان حلال برای رزق و روزی حلال برای خانواده شما میشه و خود شما مصروف کار هستین این به خودش یک نعمت بزرگی است زنده باشین جناب سلامت باشین اینا ما شما تشکر می کنیم از خدمت شما در خدمتیم از برادرای جنرال از برادرای شرکت از مؤسسات ما تشکری میکنیم سلامت باشین تشکر شما هم که زحمت میکشین یک دنیا سپاس دست شما درد نکنه یک عالم تشکر سر شما درد نکنه سلامت باشین خدا حافظ